بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی قائدی هستم و با یک آموزش دیگه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. بعضی از دوستان میپرسن که آقا به جای قلم نی از این قلم هایی که مثلا این مارک ها هستن استفاده بکنیم یا نه. خب نوکش هم مثل قلم نی هست، چه فرقی داره و اینها؟ این سوال اینجوری میپرسن. نگاه کنید، برای یک کسی که تازه کار هست، مبتدیه، فکر میکنه مثلا این، فرض کنید این کلمه مثلا کیفیتش مثل قلم نی هست، یا مثلا این با فکر میکنه کیفیت قلم نی رو داره. ممکنه هم حالا یک کسی خیلی خط شناس نباشه، فکر کنه که نه هیچ تفاوتی نداره. ولی ما که سالها داریم با قلم نی می نویسیم، کاملا برامون محرزه که اینها هیچ وقت به پای قلم نی نمی رسن. فقط یه خوبی که دارن اینه که یه جایی آدم می خواد یه ترکیبی بزنه، مثلا می خواد ببینه که چطوره، با این چون مرکب از خودش هست و عرض کنم برای کار سرعتی میخوایم استفاده کنیم و خود این کارم نمیخواد تابلو بشه و اینها، اشکالی نداره. با همین ها میتونیم یه به قول خودمون اتودی بزنیم، حالا در هر خطی. مثلا بعضی موقع میخوایم یه اسمی چیز کنیم، مثلا میخوایم فرض کنیم برای یه نفر یه امضایی طراحی کنیم پایین تابلوهاش بزنه، فرض کنید، یا یک چنین چیزهایی، ما میتونیم از اینا استفاده کنیم، هی مدام ترکیب بزنیم. مثلا الان من نوشتم کتبه و مرتضی، نه خیلی راحت با اینا میتونیم یک چنین کارهایی انجام بدیم. ولی این که شما بخواید با اینها بیاید تابلو بنویسید و مثلا این چیزا، نه، کارهای دفتری و نمیدونم چیزهای معمولی. وگرنه مثلا هیچ وقت با این نمیشه یه دونه یه نوشت که با اون ظرافت های قلم نی هست. من الان زوم میکنم شما نگاه کنید، هیچ وقت نمیشه. مثلا این خوردگی اصلا من خوشنویس پسندم نیست، هیچ وقت پسندمون نیست. یا این واو رو شما نگاه کنید، اینا، این لرزه ها، اینا خیلی مورد پسند ما نیست. بنابراین اینها به عنوان کمک در تهیه تابلوها، مخصوصا تابلوهایی که بعضی موقع آدم مجبور چندین بار خلاصه اجرا کنه و ببینه کدامش مناسب تره. مثلا میخواییم با سورس یه خطی بنویسیم، فرض بفرمایید مثلا کلمه کاظم، میخواییم ببینیم در چه حالتی توی این صفحه همون قرارش بدیم، مثلا یه شیکتر میشه. همینجور اتود میزنیم حالتهای مختلفش، با این کاف معمولی، با کاف کوفی، که بفهمیم کدامش مناسب تره. اما اینکه این بخواد بیاد جای قلم نی بگیره و دیگه ما با اینها بنویسیم، نه، اصلا اون جذابیت قلم نی رو نداره. ولی برای کسایی که خیلی دلشون میخواد همه چی راحت باشه و خلاصه فکر میکنن که مرکب، قلم، اینها زحمت داره، تراشیدن داره، خب برای روزمره میتونن با اینها بنویسن، یادداشت، دفتر خاطرات و اینها. ولی خوشنویس متوجه میشه که هیچ وقت شیرینی خط با قلم نی، عرض کنم، وقتی مقایسه میکنه با این ماژیک ها، اصلا قابل مقایسه نیست. تفاوتشون زیاده. ولی واقعا کار را بندازه و شما میتونید اول دفترها، اول یا مثلا اینایی که تابلو مقواهای درست میکنن برای تو مدرسه، دیواری میزنن توی مدرسه ها به عنوان کارهای فرهنگی و این چیزها، خب از اینا میشه زیاد استفاده کرد. اتفاقا یه بهتری هم داره که ممکنه اونجا حالا مرکب پخش کنه یا یه دفعه کل کار خراب بشه، این دیگه اون خطر رو نداره. ولی
میگم برای کارهای معمولی خوبه، برای کار حرفه‌ای ما از اینها استفاده نمی کنیم. در آخر ویدیو اینم بگم، برای خط رقعه، خط عربی هست، من فکر میکنم این قلم ها خیلی خوب باشه.